به نام خدا. سلام، وقتتان بخیر. به خبر دست اولو و تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. انتخاب از سپردن چرخبالهای کشور به ازبکستان. آمریکا به تازگی با ازبکستان توافق کرده تا 46 فروند هواپیما به چرخبال افغانستان در تاشکند بماند. وزارت دفاع امارت اسلامی اما میگوید واشنگتن حق سپردن آن را به تاشکند ندارد. به هیچ صورت این عظمت افغانستان به دو کشور داده نمیتونه امریکا. وزارت دفاع ملی با وضاحت اعلام میدارد که ایالات متحده امریکا حق اعدام و مصادره اموال مردم افغانستان را دارد. احتمال آغاز کار پروژه تاپی در آینده نزدیک. متقی میگوید با عملی شدن این پروژه افغانستان هر سال نزدیک به 450 میلیون دلار حق ترانزیت و 5 میلیارد متر مکعب گاز به دست خواهد آورد. د شروع کېدو لپاره ټولې امادګۍ هم تر سره شوې دي او دواړه لوري ښه کلکه ژمنتیا او امادګي لري چې دا پروژه په خیر سره شروع شي. کاهش 30% جرمهای جنایی در کشور. وزارت داخله میگوید در نتیجه عملیات بازداشت اختطافچیان بیش از 70 آدم رو با بازداشت و بیش از 30 تن دیگر کشته شدند. نیروهای پلیس در بخش مبارزه با جرایم جنایی نیز نسبت به سال گذشته فعالیت‌های خوبی داشتند که این فعالیت‌ها منجر به کاهش 30% جرایم در سطح کشور گردیده است که الحمدلله یک دستاورد خوبی است. و افزایش قربانیان حمله‌های مسلحانه در پاکستان. حامد بهرام میزبان شما هستم. وزارت دفاع در واکنش به توافق آمریکا و ازبکستان درباره چرخبال‌های افغانستان میگوید که واشنگتن حق سپردن آن را به ازبکستان ندارد. سخنگوی وزارت دفاع با پخش اعلامیه از ازبکستان میخواهد تا با خودداری از هر گونه توافق در این باره سازوبرگ‌های نظامی را به افغانستان بازگرداند. به تازگی ایالات متحده آمریکا و ازبکستان توافق کردند که 46 هواپیما و چرخبال افغانستان در تاشکند بمانند. وزارت دفاع در واکنش به توافق آمریکا و ازبکستان مبنی بر سپردن ماندن 46 فروند هواپیما و چرخبال نظامی افغانستان به تاشکند میگوید که ایالات متحده آمریکا حق سپردن این سازوبرگ‌های نظامی و حق سپردن اموال مردم افغانستان را به کشورهای دیگر ندارد. سخنگوی وزارت دفاع از ازبکستان میخواهد که از هر گونه توافق در این باره خودداری کند. به گفته عنایت الله خوارزمی، قبل از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی 164 هواپیمای نظامی بود که اکنون 81 فروند از آن باقی مانده است. وزارت دفاع ملی با وضاحت اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. از حکومت ازبکستان توقع می‌رود از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری نموده و با توجه به حسن همسایه‌داری تصمیم عاقلانه را پیش گرفته و به تسلیم‌دهی تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری نمایند. این یک نوع اعمال فشار است بالای طالبا. به هیچ صورت این عظمت افغانستان به دو کشور داده نمیتونه امریکا، ولی موضوع باید از راه گفتگو باید حل شود. این در حال است که پیش از این سفیر آمریکا در ازبکستان در گفتگو با رسانه‌های ازبکستانی اعلام کرد که واشنگتن و تاشکند توافق کردند تا هواپیما و چرخبال‌های نظامی ارتش پیشین افغانستان در ازبکستان باقی بمانند. به باور این دیپلمات آمریکایی، این سازوبرگ‌های نظامی از افغانستان نه بل از ایالات متحده آمریکا بودند و برای کارگیری به ارتش پیشین افغانستان سپرده شده بودند. شما می‌فهمید که در افغانستان از خود سلاح هیچ نداره، یا از اشغال شوروی سلاح هلیکوپتر مانده یا از اشغال آمریکا. به نه این سلاح مربوط بیت المال و مربوط مردم افغانستان است. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان 46 هواپیما و چرخبال نظامی افغانستان به ازبکستان انتقال داده شدند و برخی از سازوبرگ‌های دیگر قوای هوایی افغانستان نیز به تاجیکستان انتقال یافتند که از سرنوشت آن تا اکنون خبری نیست. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای اشتراک در 50مین نشست
وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به یاونده پایتخت کامرون سفر کرده است. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه گفته که آقای متقی برای دو روز از 29 تا 30 آگوست در این نشست حضور خواهد داشت. به گفته او سرپرست وزارت خارجه با وزرای امور خارجه و نمایندگان کشور میزبان و برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې دو ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي د ګډون تر څنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. امیر خان متقی میگوید که کار و پروژه تاپی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه میافزاید که با عملی شدن این پروژه افغانستان هر سال نزدیک به 450 میلیون دلار حق ترانزیت و 5 میلیارد متر مکعب گاز نیز به دست خواهد آورد. و گفته آقای متقی کار برخی از پروژه های مشترک دیگر نیز به شمول کاسا 1000 و تاپ و پروژه ساخت راه آهن با ترکمنستان جریان دارد. سرپرست وزارت خارجه در نشست در این وزارت ترکمنستان را از شریکان مهم اقتصادی افغانستان میداند و میافزاید که برخی از پروژه ها به شمول تاپی، تاپ کاسا 1000 و راه آهن را با این کشور روی دست دارند. امیرخان متقی پروژه تاپی را از بزرگترین و مهمترین پروژه ها برای افغانستان و کشورهای منطقه عنوان میکند و میگوید که با عملی شدن آن اثرهای مثبت بر اقتصاد افغانستان به میان خواهد آمد. شروع کیدو د پاره ټول آمادگی هم تر سره سوی دی او دواړه لوري خطلک ژمنتیا او آمادگی لري چې دا پروژه په خیر سره شروع شي او هغه څه قانوني مراحل اسناد چې د دواړو هیوادو تر مابینځ باید امضا سي توافق ورباندې وسي هغه مراحل هم الحمدلله نهایت سوی دي. مساحت پروژه تاپی 1840 کیلومتر است که 214 کیلومتر آن در کشور ترکمنستان ساخته شده و کار باقی مانده آن در آینده نزدیک در افغانستان آغاز خواهد شد. پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان 33 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال می‌دهد که از این میان 5 میلیارد متر مکعب گاز به افغانستان، 14 میلیارد متر مکعب به پاکستان و 14 میلیارد متر مکعب گاز را به هند انتقال خواهد داد و هزینه مجموعی این پروژه 10 میلیارد دلار گفته شده است. ټاپی نلیک به په کلنی ډول 3.5 میلیارد متر مکعب گاز لیږدوي. لدې څخه به 15 میلیارد متر مکعب افغانستان کې او پاتې 14 میلیارد متر مکعب به په پاکستان او هندوستان کې مصرفیږي. از سوی هم عملی شدن پروژه تاپی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دخیل از جمله افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند نقش مهم دارد. مال پروژه تاپی اقتصاد مردم پاکستان، اقتصاد مردم هند، اقتصاد مردم افغانستان و خود ترکمنستان اینا تغییر خواهد کرد. به خاطر که به یک حجم بسیار عظیم انرژی از آسیای مرکزی انتقال میشه به آسیای جنوبی. هرچند کار پروژه تاپی در سال 2018 میلادی از سوی مقام‌های بلندپایه افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در ولایت هرات گشایش یافت، اما بعد دلایل ناروشن کار آن متوقف شد. وزارت داخله میگوید که کشورهای همسایه و منطقه تهدیدی از خاک افغانستان را ثابت کرده نمیتوانند و از افغانستان به هیچ کشور تهدیدی وجود ندارد. مسئولان این وزارت میافزایند که داعش در افغانستان نابود شده و فعالیت های آنان به صفر رسیده است. این وزارت در جریان گزارش دهی از کارکردهای یک سالش از کاهش 30% جرایم نیز سخن گفته. مسئولان وزارت داخله در ارائه گزارش سالانه در مرکز رسانه‌ها می‌گویند که کشورهای همسایه و منطقه نباید درباره تهدید از خاک افغانستان نگرانی داشته باشند و هیچ کشور تهدید از خاک افغانستان را ثابت کرده نمی‌تواند. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که داعش در افغانستان نابود شده و حضور فیزیکی ندارد و فعالیت‌های این گروه نیز به صفر رسیده است.
همه میدانیم که اتهامات بی جای و بی اساس و بی سند است. اگر اونا داره بیارن سند را، میشه که مطرح کرد و صحبت کرد. ولی ما مطمئن هستیم که الحمدلله امارت اسلامی افغانستان بهترین تعامل را با کشورهای همسایه داره و خواهشمند است که بهترین تعامل را داشته باشه. په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت د برکت اسلامی نظام مضبوط او حکیم ده. د هیواد په یو لیست خاوره کې هم څوک نشي کولای ناامنی رامنځته کړي. عبدالمتین قانع میگوید که در سال گذشته میزان جرایم در سطح کشور 30% کاهش یافته است. این وزارت آمار میدهد که نیروهای امنیتی در نتیجه عملیات بازداشت اختطافچیان بیش از 70 آدم رو با بازداشت و بیش از 30 تن دیگر در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند. این وزارت کشف 4000 تن مواد مخدر، نابود کردن 800 کارخانه تولید مواد مخدر و بازداشت بیش از 10000 مظنون را در سراسر کشور از دستاوردهای دیگر این وزارت میپندارد. نیروهای پلیس در بخش مبارزه با جرایم جنایی نیز نسبت به سال گذشته فعالیت‌های خوبی داشتند که این فعالیت‌ها منجر به کاهش 30% جرایم در سطح کشور گردیده است که الحمدلله یک دستاورد خوبی است. وزارت داخله میگوید که در سال گذشته از قاچاق بیش از 1 میلیون دلار، بیش از 800 هزار یورو و 4,830,000 ریال سعودی در میدان هوایی کابل جلوگیری و به شمول مواد مخدر بیش از 1 کیلوگرم طلا نیز کشف و در پیوند با آن نزدیک به 600 تن بازداشت شده اند. 340 کیلوگرم بلابل دول نشه توکی، در 1 کیلوگرم زیاد سرزر در هواد لحوایی دگرون و از مکنه و بندرون سخه پا بلابل و قضیو که او دغه قضیه په تړه 591 کسان هم نیول شوی دي. به گفته او بیش از 28000 اراده وسایت مختلف پلیس و 740 جنگ افسار گوناگون دوباره فعال ساخته شده اند. وزارت داخله همچنان می افزاید که در طی یک سال بیش از 1 میلیون جلد پاسپورت به متقاضیان توزیع کرده است. امارات اسلامی واکنش یونما و برخی از نهادهای دیگر درباره قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر را گستاخی و عدم آگاهی آنها نزدین می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی و پخش خبرنامه گفته که قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر از منابع اسلامی گرفته شده و از منتقدان مسلمان نیز خواسته تا از اصول اسلامی خود را آگاه سازند. او همچنین افزوده که امارات اسلامی در اجرای قوانین اسلامی از نرمی کار می گیرد و در حق هیچ کس ظلم نخواهد کرد. سخنگوی امارت اسلامی در خبرنامه در واکنش به انتقادها درباره نافذ شدن قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که این گونه انتقادها بی بنیاد هستند و قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر از مصادر اسلامی گرفته شده است. امارت اسلامی نگرانی غیر مسلمانان درباره این قانون را عدم آگاهی آنان از قوانین اسلامی و گستاخی میخواند. که کوم غیر مسلم دغه قوانین په اړه اندیشنه شي او یاره در باندې کوي، لومړی د اسلامي قوانینو ځان پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی دی ولري. موږ پر اسلامي شریعت داسې اعتراضونه د دوی ګستاخی بولو. امارت اسلامي همچنین میافزاید که در اجرای این قانون از نرمی کار گرفته خواهد شد. د دغو اسلامي قوانینو د تطبیق په برخه کې د هیڅ کوم اندیشنه نه لري. قوانین د هیڅ لپاره هم محدودیت نه دي، نه د چا په حق کې تیری او نه هم پر چا ظلم او زیاتی کیږي. دغه قوانین به په مناسب ولاره تطبیق کیږي او په تطبیق کې له ډیر نرمۍ څخه کار اخیستل کیږي. که چیرته دغه فرمانونو کې فشار په دې ولس باندې راوړل شي، دلته اختلاف نظر پیدا کیږي او دغه اختلاف نظر ته بیا هم نړیوال او په داخل کې ځینې کړي دي چې لمن ورته وهي چې دا خبره تر تقابل حده پورې رسوي. قانون تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر که دارای 4 فصل و 35 ماده است، به روز چهارشنبه هفته پیش از سوی وزارت عدلیه نافذ شد. در این قانون به مسائل چون حجاب زنان، ستر مردان، رسانه ها و دیگر مسائل پرداخته شد. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز همواره در سفرهای ولایتیش به محتسبان این وزارت بر اجرای قانون تاکید ورزیده است. تا لحظات دیگر برمی‌گردیم. با
به ادامه خبرها خوش آمدید. وزارت مهاجران و عودت کنندگان پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه با سازمان ملل متحد و دولت پاکستان را به هدف رسیدگی به چالش های مهاجران افغان به پاکستان سپرده است. سخنگوی وزارت می افزاید که این نشست بر حل چالش های مهاجران افغان در پاکستان متمرکز خواهد بود. در همین حال رسانه های پاکستانی به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد گزارش دادند که دولت پاکستان در حال بررسی درخواست امارات اسلامی برای برگزاری این نشست است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید که از بهر حل چالش ها و اطمینان یافتن از اخراج امن مهاجران افغان از پاکستان به اسلام آباد پیشنهاد کرده تا نشست سه جانبه را با حضور نمایندگان از سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان برگزار کند. سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان می افزاید که این نشست بر حل چالش های مهاجران افغان در پاکستان و فراهم کردن زمینه برگشت برای مهاجرانی که قصد برگشت به کشور دارند متمرکز خواهد بود. موږ له پاکستان هیواد څخه هم غوښتنه کړې ده چې موږ له دوی سره او دغه راز د یونیسیار سره موږ یو سه جانبه ناسته ولرو. په دغه ناسته کې به په پاکستان کې چې کوم مهاجرین اوسیږي د هغوی په ستونزو باندې هم خبرې وشي، هغوی ته به حل لارې ولټول شي، او کوم افغانان چې په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي نو هغوی ته د راستنیدنې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته شي. همزمان با این رسانه های پاکستانی به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد گزارش دادند که دولت پاکستان در حال بررسی درخواست امارات اسلامی برای برگزاری نشست است. برگزاری چنین نشست هایی در صورت می تواند مؤثر باشد که چشماندازی بلند مدت و برنامه استراتژیک در نظر گرفته شود و از طرف دیگر برای حضور این مهاجرین سیستم پذیرش پناهندگی نیز ایجاد گردد. با این همه برخی از مهاجران افغان در پاکستان می گویند که با چالش های گوناگون از جمله اخراج اجباری و بی‌توجهی از سازمان های بین المللی روبرو‌اند و خواهان رسیدگی به چالش هایشان هستند. مشکلات مهاجرین از جمله خوف و حراس اخراج اجباری از طرف حکومت پاکستان، عدم توجه ادارات بین الملل و کشورهای مهاجرپذیر در کیسهای پناهندگیشان، مشکلات ویزا و عدم اطمینان در صورت بازگشت به کشورشان می باشد. ما از سازمان ملل متحد درخواست داریم که در این قسمت پاکستان را متقاعد بسازد که اخراج مهاجرین را به تعویق بیندازد. این در حالی است که پیش از این نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفته بود که امیدوار است 1.5 میلیون مهاجر ثبت شده افغان به زودی با پشتیبانی مالی ملل متحد به کشورشان برگشت داده شوند. میان برنامه کوتاه. دوباره خوش آمدید. سرپرست بانک مرکزی در دیدار با کاردار قطر برای افغانستان درباره تحکیم روابط میان بانک‌های مرکزی دو کشور، توسعه بانکداری الکترونیک و مسائل دیگر گفتگو کردند. در این دیدار کاردار قطر برای افغانستان اطمینان داده که در زمینه توسعه بانکداری با بانک مرکزی افغانستان همکاری می‌کند. از سوی دیگر شماری از آگاهان مسائل اقتصادی نیز تاکید می‌ورزند که توسعه خدمات بانکداری و برداشتن محدودیت‌های بانکی در رشد اقتصادی کشور مهم است. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، خدمات بانکی نیز با چالش‌ها و محدودیت‌های روبرو شده که تاکنون برخی از این محدودیت‌ها برداشته نشدند. در سه سال پسین بارها مقام‌های امارت اسلامی با نمایندگان شماری از کشورها دیدارهای داشتند و درباره توسعه خدمات بانکداری گفتگو کردند. سرپرست بانک مرکزی با کاردار سفارت قطر برای افغانستان دیدار و درباره تحکیم ارتباطات میان بانک‌های مرکزی دو کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی، ارتقای ظرفیت و برخی از موارد دیگر گفتگو کردند. په دې لیدنه کې د افغانستان بانک او د قطر هیواد د مرکزي بانک ترمنځ په اړیکو ظرفیت لوړونې او همدارنګه ډیجیټلایزیشن یا برېښنایي بانکوالۍ په برخه کې پر همکاریو خبرې وشوې. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که برای فعالیت بهتر بانک‌ها نیاز است تا در این دیدارها تمرکز بیشتر روی برداشتن تحریم‌های بانکی شود. از جامعه جهانی تقاضا کردیم که بانک‌های افغانستان از محدودیت و از تحریم خارج بکنند، چرا که بانک‌ها و سیستم بانکداری یک عامل بسیار عمده و مهم انکشاف اقتصادی و انکشاف تجارتی پنداشته میشه. یکی از حرکات بسیار خوب اقتصادی به نظر من در خطی جلب کمک‌های
کشورهای خارجی، به خصوص کشورهایی که کشورهای عربی، در قسمت ایجاد یک سیستم بانکی و یا سیستم بانکی افغانستان است. پیش از این نیز مسئولان بانک مرکزی حفظ ثبات ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار، گردآوری پول‌های فرسوده و افزایش سقف برداشت پول از بانک‌ها را از مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی گفتند. ادامه خبرها از تولونی. سازمان جهانی بهداشت از افزایش برخی از بیماری ها در ماه جولای در افغانستان خبر داده است. این نهاد در گزارش گفته است که در ماه جولای موارد مشکوک سرخکان 20%، اسهالات حاد 67% و بیماری های حاد تنفسی نیز 20% افزایش داشته است. نواساش را از بهره درمان سرخکان به این مرکز درمانی در پایتخت آورده است. میگوید دخترش در غزنی زندگی می کند و نواساش از 20 روز به این سو بیمار بود، اما درمانش در شفاخانه غزنی نشده است. امروز فعلا بسترش کردیم، دکترها گفت که اینجا بستر شود که چیز سرخکان است. بسیار وضعیت طفل خراب است، زیاد نارامی میکنه. تداوی زیاد کردیم، جور نشد، باز آوردیم به شفاخانه. دکترها گفت که اول گفت خونش هم معاینه کنم، معاینه کردم گفت خونش کم است، باز گفت خون برش تیر، باز خون تیر کردیم، باز سرخکان سرش برد. سازمان جهانی بهداشت با پخش گزارش از ارائه خدمات درمانی نهاد در ماه جولای گفته که آمار بیماری سرخکان، بیماری های تنفسی و اسهالات حاد در ماه جولای به تناسب ماه جون افزایش را نشان داده است. بر بنیاد گزارش این نهاد، شمار واقعات مشکوک سرخکان در ماه جولای به 7779 مورد می رسید که به تناسب ماه جون بیش از 21% افزایش را نشان داده است. ماه جولای 580 مریض ما داشتیم. با امی اوسط امی 500 تا 600 مریض ماهانه ما بستر میکنیم. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی بهداشت، این نهاد در ماه جولای برای 589205 تن خدمات درمانی را در 287 ولسوالی کشور ارائه کرده که از این میان 46% آن زنان و 33% آن کودکان بودند. باشندگان بخشی از کابل بار دیگر از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند. آنان از مسئولان میخواهند تا در این باره توجه جدی کنند. همزمان با این، مسئولان ریاست زون آبرسانی کابل میگوید در جریان یک سال گذشته توانستند با حفر چاهای آب و اجرای پروژه ها خدمات آبرسانی را گسترش دهند. بشکه های زرد به دست خرد و بزرگ باشندگان این منطقه کابل بیانگر کمبود آب است. اینان باشندگان ناحیه هفتم شهر کابل هستند که کمبود آب زندگی روزمره را برایشان چالش برانگیز ساخته است. بسیار مشکلات داریم از طریق سایک و تفلک ها، یکی شو نداره، این از اینجا بالده پاینده کلگی دوچارم یاو است. بسیار اقتصادشان ضعیف است و خریداری نمیتونن، چاه کم است، یکی نمیچاه است، بستن بالده و پاینده او میبرن از این. زیاد خواهش ما از دولت اینه میست که یک چا برای مردم بزنه. همزمان با این، مسئولان ریاست زون آبرسانی کابل میگویند که در جریان یک سال گذشته توانستند با افرچاهای آب و تطبیق پروژه های آب در بخش های گوناگون شهر کابل خدمات آبرسانی را بیشتر بسازند. رئیس زون آبرسانی کابل میگوید که آنان پلان های را نیز در سال پیش رو روی دست دارند. زمونږ پلان دا ده چې لندغې منبع نه غواړو چې دا اوبه دلته زیاتې دي، پورته د علاودین پروژه چې وله هغه زمونږ د وچېدو په حالت کې دلی دي، نه یې نقل کړو تر خوشحال خان پورې، د دغه اوبه مونږ نقل کړو. دا مونږ په پلان کې نه لرو چې انشاءالله دا مشکلات د خلکو چې فعلا وقفهي ډول باندې ورته اوبه ورکړو، غواړو چې د 24 ساعته دوی ته خدمات وکړو او دې باندې مونږ کار روان کړی دی. انشاءالله دا به په عادي څو میاشتو کې مونږ تطبیق کړو. کمبود آب و آشامیدنی از چالش های تازه پایتخت نشینان نیز بل سالها است که دامنگیر آن شده است، اما تا اکنون این چالش به گونه بنیادی حل نشده است. رئیس کارخانه تولیدی سمنت جبل سراج میگوید که هم اکنون در یک شبانه روز در این کارخانه 70 تا 90 تن سمنت تولید میکنند. به گفته محمد صابر حمزه، با وجود اینکه 3 دوره از استهلاک وسایل این کارخانه گذشته، اما هنوز هم کارگران در 2 زمان جداگانه، یعنی روز و شب، سرگرم کار هستند. در همین حال برخی از کارکنان این کارخانه میگویند که با وجود کارهای سنگین دستمزدشان اندک است و از مسئولان خواهان توجه در این باره هستند. کارخانه تولیدی سمنت جبل سراج، جایی که 165 کارگر در 2 بخش سرگرم کار هستند و
روزانه 70 تا 90 تن سمنت در این کارخانه تولید می شود. رئیس این کارخانه تولیدی می گوید که سمنت تولید شده آن در پروژه های بزرگ ساختمانی کشور استفاده می شود. ما در 24 ساعت از 70 الا 90 تن سمنت تولید می کنیم در صورتی که پرچوی برق نباشد و عوارض تکنیکی نباشد. و متقاضیان ما اداره انکشاف ملی در کابل و سایر ولایت ها در پروژه های خود از این سمنت استفاده می کند. داخل آسیا آسیا میشه با ترکیب 28% آب. میره داخل سیلوها، در سیلوها تجزیه لابراتواری بالای صورت می گیره. باز دیگه مواد آماده و نو پورلند سمنت شد. با وجود این که از استهلاک وسایل این کارخانه 3 دوره می گذارد، اما هنوز هم کارگران در دو زمان جداگانه یعنی شب و روز سرگرم کار هستند. در بخش تخنیک این کارخانه 13 نفر کار می کنند که به گفته آنان تا 90% وسایل این کارخانه در اینجا ترمیم و ساخته می شوند. تقریبا 90% پرزجات فابریکه را در اینجا می سازیم، تولید می کنیم، خود ما بازسازی می کنیم. تولیدش دیگه اونمو سنگ از اوسو مواد خام داریم، از اوسو مواد می آید، ایسو ما کوشش می کنیم که پخته می کشیم. بیشتر کارکنان این کارخانه سرگرم کارهای مشقت بار و سنگین هستند. برخی از آنان می گویند که حقوقشان اندک است و هزینه خانواده های خود را برآورده کرده نمی توانند. آنان از مسئولان می خواهند که در این باره توجه جدی کنند. فابریکه ثقیله است، بخش دروازهش که مهدر هایی که ثقیله است. نمی بخش کار نکنید چطور کنید دیگه؟ معاش ما بسیار کم است، گزاره نمی کند، تعداد پامیل ما نمیخواست زیاد است، گزاره نمیشه بخصال معاش بسیار کم است. کارخانه سمنت جبل سراج حدود 66 سال پیش تولیدات خود را آغاز کرده بود و نزدیک به 300 تن در این کارخانه سرگرم کار بودند و در آن زمان میار تولید سمنت این کارخانه 100 تن بود است. نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی یک شرکت خصوصی گشایش یافت. شرکت کنندگان این نمایشگاه از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه دسترسی آن را به بازارهای جهانی فراهم سازد. اما مسئولان وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که برای بازاریابی تولیدات داخلی قرار است 50 نمایشگاه را در داخل و بیرون از کشور برگزار کنند. این نمایشگاه سه روزه زیر نام تولید افغان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا گشایش یافت. در این نمایشگاه تولیدات گوناگون داخلی در 60 غرفه به نمایش گذاشته شده است. شرکت کنندگان برگزاری این گونه نمایشگاه ها را برای بازاریابی تولیدات داخلی مهم میخوانند. من درتون که نگده شپیته بلابل غرفه در بلابل صنعتکارانو دلتا جوړی شوی دی چې خپل سوداګریستو کې صنایع او تولیدات نندارۍ ته خوده. نندارتون که ټول خلک باندې خبر شي دا تولیدات داخلی دي او د بازار موندنې لپاره ډیر ګټور ده. شماره دیگری از شرکت کنندگان این نمایشگاه از مسئولان در حکومت سرپرست میخواهند تا افزون بر فراهم کردن سهولت های لازم زمینه دسترسی آنان را به بازارهای جهانی فراهم سازند. به خاطر رشد صنعت داخلی نه تنها بازار داخلی کافی است، بلکه بازارهای بین المللی بر اکثر محصولات ما شما مهمتر است. دچ خارجی تولیدات بند سی ممتلا خدی او بل خصوص پکتیا د افغانستان عمومی منبع ده په ټول افغانستان کې دای ته چې خارجی لاره برابر سی د مونږ فرشات لا هم خکې اوس خارجی لاره مونږ نه لرو. په ټول دی ول اسکل چې ما پکتیا ته خپل کارخانه راوړی ما 15 ځله کارخانه بدل کړی چې په دې کې زمونږ د اماراتي محترم مشران اکثر وزارت صنعت تجارت نوونی فاتر ولایتي ټول ادارات پورې په جریان کې دی. داسې زمونږ نورونه هر یو په دغه کړاو اخته دی. در همین حال مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که برای بازاریابی تولیدات داخلی قرار است 50 نمایشگاه را در داخل و بیرون از کشور برگزار کنند. سخت از صنعت و سوداگری وزارت د هیواد د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه په مرکز او ولایتونو کې همدارنګه په بهرنیو هیوادونو کې څه د پاسه 50 نندرتونونه په پلان کې لري. این نمایشگاه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در حال گشایش یافت که همکنون 48 کارخانه تولیدی در این ولایت فعالیت دارند. اما نبود شهرک صنعتی یکی از چالش‌های عمده فراراه صنعتکاران در این ولایت شمرده می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ بیش از
هزار قلم اثر تاریخی را در موزیم کندهار ثبت کردند. مسئولان این وزارت میگویند که اثرهای ثبت شده مربوط به دوره‌های باختری، کوشانی، برنز و دوره اسلامی هستند. یک گروه از باستانشناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ در دو ماه پسین بیش از هزار قلم اثر تاریخی را مرمت و در موزیم کندهار ثبت کردند. این باستانشناسان میگویند که این اثرهای تاریخی مربوط به دوره‌های باختری، کوشانی، برنز و دوره اسلامی میشوند و آنان میافزایند که این آثار تاریخی در ساختمان جدید موزیم کندهار به نمایش گذاشته خواهد شد. بیش از 1000 قلم آثار تاریخی ثبت و راجستر، ترمیم و قایه و تشخیص و شناسایی شد. از سوی هم باشندگان کندهار افزون بر حفظ آثار تاریخی خواهان مرمت و بسازی آبده های تاریخی نیز هستند. تاریخی اثر دیده بایش به هر ملکی یا نور ملکو کمسته ده بایش ویجار نسی وساتر سی دیه پامرن وسی تو جور تو وسی دو حکومت او درایت دوارو پشمول بانجی. زمور داسې اکثر ځایونه چې هغه تاریخي ځایونه دي، ډېر ارزښتمن ځایونه دي. زموږ د پخوانیو خلکو دود، دستور، کلتور ټوله په دغو ځایو کې رانغښتې دي، د منځه تللې دي. مندیګک، قصر نارنج، شهر احمدشاهی، قلعه نادر و کوه شمشیر از مکانهای مهم تاریخی در کندهار به شمار می رود که پیشینه برخی از این آبده ها به هزاران سال می رسد. سرازیر شدن سیلاب‌ها در کنر افزون بر تلفات جانی، زیان‌های هنگفت مالی را نیز بر جا گذاشته است. مسئولان محلی این ولایت می‌گویند که به همکاری نهادهای کمک کننده برای شماری از سیلاب زدگان کمک‌های اولیه را فراهم کرده و تلاش‌ها از بهر رساندن کمک‌های بیشتر نیز ادامه دارد. از سوی هم شماری از سیلاب زدگان می‌گویند که سیلاب‌های پسین همه دار و ندارشان را گرفته است. این خانه ها در اولوزپولی و تپور ولایت کنر از اثر سرازیر شدن سیلاب ها ویران شده است. باشندگان محل می گویند که این سیلاب ها افزون بر تلفات جانی، زیان های هنگفت مالی را برای آنان وارد کرده است. به گفته آنان سیلاب ها همه دار و ندارشان را گرفته و هم کنون با چالش های زیادی مواجه هستند. بارون دلتا سخت سیلابون و گلی و شلا چه دیگه سیلابون رو واجه زمون کورونه خراب کلو کورم نه دل له تاسو وګورئ کورون او نن سیلابونه را ډېر خطرناک سیلابونه د زمون کورونه خراب له کوټې را لواتلې او نقصان را تورسو په کور کې نو سامان نه دی پاتې ټول خراب شوی دی. خانواده های آسیب دیده از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای کمک کننده خواهان کمک های بیدرنگ هستند. پټي وسلونه زراعت هر څه خراب کړي دي، از مالي او ځانونو نقصان خلکو ته اړولي دي. حکومت خیریه بنسټونه او موسسات راشي زموږ د خلکو لاسنیوی وکړي. در همین حال مسئولان محلی کنر میگویند که در نتیجه سیلاب های دو روز پسین یک زن جان باخته و چهار تن دیگر زخم برداشتند. به گفته آنان از اثر این سیلاب ها ده ها خانه مسکونی و صدها جریب زمین کشاورزی نیز ویران شده است. زراعت زمکه پکې د خلکو ځای شوي دي، سیلابونه وړي دي یا په سیلاب ورغلی دی، او همدغه شان چې دی سړکونه خراب شوي دي، کوم چې پلچکونه دي هغه پکې خراب شوي دي. این در حالی است که هفته گذشته در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمار از ولایت های کشور 10 تن جان باخته، 8 تن دیگر زخم برداشته و همچنان 100 خانه مسکونی نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شده بودند. کار ساخت دو مرکز درمانی در ولسوالی های قرقین و منگجک جوزجان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. معین وزارت صحت عامه در مراسم به بهره برداری این دو مرکز درمانی از تلاش ها به هدف گماشتن پزشکان متخصص و تجهیز کردن مرکز های درمانی با وسایل پیشرفته اطمینان می دهد. از سوی هم باشندگان ولسوالی های قرقین و منگجک جوزجان از تکمیل کار این دو مرکز درمانی شادمان هستند. این دو مرکز درمانی در روستای دینار ولسوالی قرقین و روستای دالیماجر ولسوالی منگجک جوزجان که از ولسوالی های دوردست این ولایت است ساخته شدند. این مرکز های درمانی که بیش از 31 میلیون افغانی هزینه برداشته از سوی یک نهاد بین المللی پرداخت شده است.
معین مالی و اداری وزارت صحت آمد در مراسم به بهره برداری این دو مرکز درمانی از تلاش ها به هدف گماشتن پزشکان متخصص و تجهیز کردن مرکزهای درمانی با وسایل پیشرفته اطمینان می دهد. موږ کوشش کوو چې در ټول مشابهخانه هغه کې کادرونه چې موږ په افغانستان کې لرو او متخصصین ډاکتران هغه جلب کړو او هغه ته زمینه د کار برابر کړو. د اسلامي امارت ته صحت همیه وزارت ته هدف او کوشش دا ده چې ورځ تر بلې خپل مراکز مجهز کوي یا زیاتوي. ساروی میکنیم ساحات اسیب پذیره، ساحاتی که خدمات از خدمات مستفید نیستن یا ساحات سفید هستن، اگر معیارات یک کلینیک سب سنتر اکمال کنه پورا کنه ما در خدمتشان هستیم که برایشان کلینیک بعدی بسازیم. باشندگان ولسوالی های قرقین و مینگجک جوزجان ضمن استقبال از تکمیل کار این دو مرکز درمانی از مسئولان خواهان فراهم آوری سهولت های بیشتر در بخش بهداشتی هستند. قریه افکانه دینار از اصوالی کلینیک خیلی دور بودن و انتقال دادن مریض و اطفال به مرکز امکان نداشتن. فعلا خیلی خوشحال هستیم که اینجا کلینیک باز شد و از می خواهیم که کلینیک باقی فعالیت پیدا بکنه، خوب خوب دکتر بیاره. حاضر ما را گوش کردن دفتر ما اصفال طریقتن گلد را بیاده کلینیک ایجاد اتلر بیاده دکتر صاحبتر و قبل صاحبتر و اوناس ذکور هر طبقه دن بیاده سوی تغذی هر بخشن گلیو بلار بیاده فعالیت اتلر تقریبا آلت قریانون مردم بیاره گلیو رو تداوی بلیالار. بر بنیاد معلومات ریاست صحت‌عامه جوزجان در دو روز پسین این چهارمین مرکز درمانی است که در ولسوالی‌های دوردست این ولایت به بهره برداری سپرده می‌شوند. فرماندهی امنیتی بدخشان می‌گوید که نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر تا یک عملیات ویژه بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت کشف و ضبط کردند. فرمانده امنیتی این ولایت می‌گوید که این مقدار مواد از مربوطات ولسوالی ارگو به دست آمده است و در پیوند به آن نیز دو فرد مظنون نیز بازداشت شده است. در همین حال شماری از معتادان مواد مخدر که در شفاخانه‌های ترک اعتیاد زیر درمان قرار دارند از حکومت سرپرست می‌خواهند تا با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد جدی کند. این موتر مملو از مواد مخدر تا یک عملیات ویژه نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه بدخشان از ولسوالی ارگوی این ولایت کشف و ضبط شده است. فرماندهی امنیه بدخشان میگوید که از این موتر بیش از 1000 کیلوگرم تریاک به دست آمده و در پیوند با آن دو فرد مظنون نیز بازداشت شده اند. که ما دو نفر قاچاقبر تریاک همراه 1196 کیلو تریاک ایرا گیر کردیم. در این انتقالش که مربوطه ولسوالی یارگو طرف فیض آباد ایرا انتقال میداد. در طول یک هفته گذشته مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر چی پرسنل شریط ها در ولسوالی ها تعداد 11 نفر از قاچاقبران و خرده فروشانی مواد مخدر دستگیر کردند و به پنجه قانون تسلیم کردند. از سوی هم شماری از افراد معتاد به مواد مخدر که در شفاخانه های ترک اعتیاد زیر درمان قرار دارند از حکومت سرپرست میخواهند تا جلوی کشت، فروش و قاچاق مواد مخدر را بگیرد. فقط دولت باید تصمیم بگیره که همین زمین همین کوگنو را باید تای زمین زیرچکن کنند. اینمی جلوی قاچاقبرا را بگیرد یگانه منبع فساد فعلا قاچاقبراست. مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه بدخشان میگوید که نیروهای این مدیریت در یک هفته پسین 11 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از مرکز و ولسوالی های این ولایت بازداشت کردند. باشندگان ولسوالی چنارتی و اروزگان از دسترسی نداشتن به آب سالم و آشامیدنی شکایت دارند. به گفته آنان در نتیجه خشکسالی های پسین سطح آب زیرزمینی از 10 متر به 100 متر کاهش یافته است. در همین حال مسئولان محلی اروزگان میگویند که در جریان سال روان خورشیدی و همکاری برخی نهادهای کمک کننده چندین شبکه آبرسانی را خواهند ساخت.
ولسوالی چنارتو که در 90 کیلومتری شهر ترینکوت مرکز اروزگان موقعیت دارد، در نتیجه خشکسالی های سال گذشته افزون بر زیان های دیگر، سطح آب زیرزمینی در این ولسوالی نیز به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. باشندگان این ولسوالی میگویند که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و میافزایند که سطح آب های زیرزمینی از 10 به 100 متر کاهش یافته و به همین علت بسیاری از خانواده ها ناگزیر به ترک خانه هایشان شده اند. پر دغه خرو خلق اکثر د کورو به د دوغ څخه استفاده بیا یو ځای چې برمی دغه سپه دغه ګوشکو کې را برکلی راوړی له کمالدار به اشاره چلته په غر کې زموږ د غو پارک نس مزګر دغه رقم چې دغه جامع ته مرشد په جامع کې غړا په بنوې ام لا دغه پاته سم دغه پاته به جمعه ته بل منځه کته نسته چې نه وچ سولې کرزونه وچ سولې برمی خو اتیا غاز نیو غاز سل غاز ګاره په سر دغه وچ سولې. در همین حال مسئولان محلی اروزگان نیز چالش های دسترسی نداشتن باشندگان ولسوالی چنارتو با آب آشامیدنی سالم را میپذیرند، اما اطمینان میدهند که در جریان سال روان خورشیدی به همکاری برخی نهادهای کمک کننده چندین شبکه آبرسانی را در بخش های گوناگون این ولسوالی ایجاد خواهند کرد. چنارتو ولسوالی خلق تمر ادارد و اطمینان ورکوچی په دې برخه کې موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دغه ستونزه زورته حل کړو. مستتم د مشران د خاص هدایت سوی د اقتصاد ریاست خاصه چې په کوم رسالی کې بنیادی کارونه ته ضرورت تلته خپل فعالیتونه تر سره کې اره ولسوالۍ کې د خلکو سپشتنه وکړي چې خلک چشت ضرورت لري هغه برخه کې کار وکړي، نو دوی چې اوبو ته ضرورت لري ان شاء الله په دې برخه کې زه ډاډه یم اطمینان دی تر کومه چې په دې برخه کې تاسو سره همکاري وسي. مسئولان محلی اروزگان همچنان اطمینان می‌دهند که به زودی کار عملی ساخت بند آقاجان را آغاز خواهد کرد که با تکمیل آن افزون بر آبیاری زمین‌های زراعتی سطح آب زیرزمینی نیز افزایش خواهد یافت. ریاست کار و امور اجتماعی سمنگان از ایجاد یک مرکز حرفه آموزی دائمی به هدف ایجاد زمینه‌های شغلی خبر می‌دهد. با گفته مسئولان این اداره نزدیک به 150 تن در این مرکز سرگرم فراگیری حرفه‌های خیاطی، کاوشدوزی و ترمیم موتورسایکل هستند. مسئولان این ریاست همچنان آمار می‌دهند که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی با همکاری برخی نهادهای کمک کننده برای 500 تن در شهر ایبک و ولسوالی‌های این ولایت زمینه حرفه آموزی و کار را فراهم کردند. این افراد که بیشترشان جوانان بیکار و مهاجران تازه برگشته از کشورهای همسایه هستند، برای فراگیری حرفه‌های گوناگون اینجا به مرکز حرفه آموزی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان آمدند. مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی سمنگان میگویند که برای کاهش سطح بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی حدود 150 تن را برای فراگیری حرفه‌های خیاطی، کاوچ‌دوزی و ترمیم موتورسایکل در این مرکز حرفه آموزی جذب کردند. این ریاست همچنان آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی برای بیش از 500 تن در شهر ایبک و ولسوالی‌های این ولایت زمینه حرفه آموزی و کار فراهم شده است. فعلا 150 نفر از طریق ریاست کار اجتماعی و از طریق برنامه وزارت کار اجتماعی و از طریق مؤسسات افغانیت و بنیاد آقاخان فعلا 150 جوان تحت آموزش حرفه‌ای قرار دادیم. ان شاء الله بعد از 3 ماه و هم فارغ میشن و باز کار عرضه میشن. این مرد که بیش از 40 سال سن دارد، مسئولیت تامین نیازمندی های یک خانواده 11 نفری را بر دوش میکشد. او میگوید پیش از این با چالش های فراوان دست و پنجه نرم میکرد و اما اکنون با ایجاد این صنف یادگیری حرفه از سوی ریاست کار و امور اجتماعی برای یک آینده روشن امیدوار است. 11 سر نانخور هستیم. بسیار رنج میبردم در کوچه برای دشار بیا و بسیار رنج میبردم. حالا دمی حرفه که آمدیم بسیار خوش هستم. بسیار خوش هستم. 3 ماه سپری شده، تقریبا 3 ماه یک چیز کارار هم آموختیم. از امارت اسلامی، از رئیس های امور اجتماعی، استادان مهربان تشکر میکنیم که به خاطر از اینکه این فرصت برای ما برای جوانا دادن. انشاءالله این خیاطی را یاد گرفتیم. ما خوشحال هستیم از این حرفه مبل و فرنیچر، یک کسب کار و یک لقمه نان حلال از این حرفه مبل و فرنیچر پیدا کنیم، یک کسب خوب هستن. این مرکز حرفه آموزی جهت ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و مردان در حال اسوی ریاست کار و امور اجتماعی در سمنگان ساخته شده که همواره جوانان به علت نبود فرصت های مناسب شغلی از راه های غیر قانونی مهاجرت می کنند.
کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی ریاست وزرا تصمیم گرفته است که پس از این شرکت‌های انتقال دهنده کالاهای بازرگانی و ترانزیتی کمتر از 46 کیلوگرم کالا را انتقال دادن نمی‌توانند. این کمیته همچنین به وزارت‌های صنعت و تجارت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وظیفه سپرده تا قوانین خدمات پستی را زیر نظر وزارت عدلیه تدوین کنند. با این حال برخی از شرکت‌های انتقالات کالاهای تجارتی و ترانزیتی خواستار کاهش مالی شرکت‌های کارگو هستند. کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء فعالیت های شرکت های خدمات کارگو و پستی را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته تا شرکت های کارگو کمتر از 46 کیلوگرم و شرکت های پستی بالاتر از 46 کیلوگرم را انتقال ندهند. با این حال برخی از شرکت های انتقال دهنده کالاهای بازرگانی از مسئولان می خواهند که اخذ مالیه از کالاهای انتقالی و از طریق هوا و زمین را کاهش دهند. حکومت فعلی باید با در نظر داشت شرایط بد اقتصادی مردم و تجار ملی هزینه های انتقالاتی هوایی را در کل پایین بیاره، همچنان زمینی و بحری را، زمین انتقالات بحری فراهم شوه و هزینه ها نهایت پایین بیاید. مالیات بر صادرات و خدمات پستی باید به 1% اندک برسه. با این وجود وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در حال حاضر 88 شرکت انتقالات کالاهای بازرگانی و ترانزیتی در سطح کشور فعالیت دارند. حدوداً 88 شرکت انتقالاتی در کابل و ولایات جواز فعالیت اخذ کردند که به حمل و نقل کالاهای تجارتی و ترانزیتی از طریق زمین و هوا فعالیت دارند و همروزه انتقالات توسط این شرکت‌ها در سراسر کشور ادامه دارد. در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر معیاری شدن فعالیت های شرکت های انتقالاتی تاکید می ورزد. شرکت کارگو هم باید کوشش کنه که از تجهیزات بسیار مدرن دنیا برقرار بشه، تا چیک بسیار خوب داشته باشه تا افغانستان در سیدی ملی و بین المللی به اون نیل رسد، تا که کارگو افغانستان برسه به هیچ بررسی و چیک نیاز نداشته باشه. محدودیت های همچون انتقال بیش از حد میوه خشک افغانستان و انتقال هر نوع وسایل برقی به خارج از کشور از مواردند که برای شرکت های انتقال دهنده کالاهای تجارتی در کشور وضع شده است. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. از همراهیتون سپاسگزارم. تا دیدار دوباره و خوش شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.